با درود خدمت یکایک شما هموطنان عزیز، در موسیقی در خارج از کشور خانم ها و آقایان چهره های بسیاری در طول این چند سال گذشته حضور پیدا کردند. آنچه که در خارج از کشور جوانان ما و تازه کارها باش مقابله کردند کمبود امکانات بود و کمبود پشتیبانی. چرا؟ چون ما عادت داریم که همیشه با گذشته ها زندگی کنیم. هر فیلمی که متعلق به گذشته است رو چندین و چندین بار میبینیم و تن به این که بیایم یک فیلم جدیدی رو با تکنیک جدیدتر چند بار ببینیم و بیشتر ببینیم انجام نمیدیم. سعی میکنیم همش به دنبال گذشته ها باشه. از نظر سیاسی به گذشته فکر میکنیم، از نظر موسیقی به گذشته فکر میکنیم و گویا ما مردم در یک خواب گذشته فرو رفتیم. اما جوانهای ما چی؟ اونهایی که آمدن اینجا با کمبود امکانات دست و پنجه نرم کردن تا کاری ارائه بدن، حق اونها چیش؟ اونها هم سهم دارن، اونها هم باید در فضای موسیقی ما نقش داشته باشن، نه اینکه فقط موسیقی ما جا داشته باشه برای سه و یا چهار خواننده سوپر استار و بس. به همین دلیل هست وقتی که خوانندگان هموطن ما از ایران به اینجا میان چهره دیگری پیدا میکنند. بحثیست جداست. یکی از خوانندگانی که به هر حال سالهای سال هست که داره در اینجا میخونه در خارج از کشور و حق داره که حرفش رو بزنه و حق داره که اگر گله‌ای داره گله‌اش رو مطرح کنه، در برنامه امروز ما یا در برنامه سیکرت حضور دارم. خب علی دانیل هست. مهمون ما علی دانیل هست. قربونتون برم. علی دانیل خواننده ای که به هر حال سالهای سال داره میخونه و قطعا برای گفتن میتونه حرفی داشته باشه. سلام میکنم خدمت شما، همچنین خدمت تمام هموطنان عزیزم در سراسر دنیا. ممنون اینکه ما رو دعوت کردی، شما که برادر بزرگ مایی دیگه. یکم دیر شد ولی وقتش خوبه. ولی ما میتونیم برادر کوچیک شما باشیم. بله بله ماشاءالله. چرا نه خواهش میکنم. شما بزرگی عزیز. خواهش میکنم. خب علی دانیل رو چون برای اولین بار هست با به این صورت داریم با هم دیگه مصاحبه رو انجام میدیم. علی دانیل خیلی کوتاه از چند سالگی خوانندگی رو شروع کرد؟ من تقریبا 20 سالگی شروع کردم در اروپا، در آلمان. خب. و به اصطلاح بخوام بگم شروع، یعنی به طور حرفه‌ای که سی دی زدم دیگه از 20 سالگی، ولی از قبلش هم از 12 13 سالگی میخوندم و این چیزا. که چطور به اروپا اومدی؟ من یعنی یه اتفاق خیلی عجیبی افتاد. من اومدم ترکیه که خواهرمو ببینم، اونجا پاسپورتمونو دزدیدن تو ترکیه، من مجبور شدم ترکیه بمونم و بعدش هم دیگه عازم آلمان شدم دیگه. اومدم آلمان. یعنی قرار نبود بیای آلمان؟ اصلا اومده بودم خواهرم اینا رو ببینم. و چند سالت بود؟ تقریبا 15-16 سالم بود. خب اینی که تو در ایران فوتبال بازی میکردی در کدوم تیم بودی؟ من از جوانان و نوجوانان تیمای راهم بودم، تیمای دسته دو دسته یک و بزرگا هم که لوکوموتیو راهن، آذر تهران. بعدم که اومدم آلمان به طور حرفه‌ای 5 سالم اونجا فوتبال بازی کردم. پست چی بود در فوتبال؟ دروازه‌بان بودم. دروازه‌بان. بعد در طی اون سالانی هم که تو آلمان بودم تقریبا یه مدت کوتاهی رفتم ایران با تیم استقلال قرارداد بستم که متاسفانه نتونستم بازی کنم. 6 ماه اونجا تمرین کردم با تیم، اون موقع آقای رضا نلشگر مربیش بود و یه تیم خیلی خوبی داشتن. رفتم اونجا رزرنامه میخواستن از طرف آلمان که اونجا به هم رزرنامه ندادن. برگشتی آلمان؟ برگشتم آلمان، ادامه دادم به فوتبالم که دیگه بعدش هم خوانندگی هم در کنارش بود دیگه. خوب. در همون دوران بود که داریوش عزیز اومدش آلمان. من همیشه هم دوستش داشتم بچگی، یعنی فن داریوش بودم و خیلی علاقه داشتم بهش و ما یه گروهی تشکیل دادیم به نام گروه 2000
قبل این سالی که بیاد 2000 این چیزا، اصل این قضیه هم سر اون آهنگ داریوش عزیز شد، خیلی علاقه داشتم، اسم گروه رو گذاشتیم 2000 و موسیقی رو اونجا شروع کردیم به طور حرفه‌ای با یه بند خیلی قوی. بعد خواننده‌های بزرگی که از لس آنجلس می اومدن ما اوپن می‌کردیم و اینا، که دیگه با داریوش من آشنا شدم و اون زمان داریوش عزیز یه کمپانی تشکیل داده بود که خواننده‌های جوون رو می آورد براشون یکی دوتا کار. اون زمان من یادم هاتف عزیز رو آورده بود که تو آلبوم خودش یکی دوتا کارش انجام داده بود، منو معرفی کردم به آقای محمد شمس که از اونجا استارد ما خورد، آهنگ تو مثل گلی و آهنگ تو مثل بی وفا. آهنگسازش که آهنگسازش مجید اکبریه تو فرانسه با شعرش هم مال همونه و تنظیم از آقای محمد شمس بود. و با آقای محمد شمس بازم کار کردی غیر از اون؟ به غیر از اون سه تا کار باش کردم ولی بعد اون دیگه نه. دیگه نه، که با اون دوتا کار من اومدم آمریکا. شما یکی از کسایی بودی که من یادم اون موقع روی دیویدیوهای خیلی بزرگ بود، من اومدم دفترتون گفتم آقای منو از طرف داریوش فرستاده بودن، یادتونه؟ تو ونتورا بودش، یادم میاد ونتورا، همین الان دقیقا یادمه، ونتورا و هیون هرست. آفرین. خب دیگه اومدم اونجا دادم بهتون، اونجا استارت کار خوردش و دیگه شروع شد دیگه، که اولین قراردادم رو با شرکت ترانه بستم، بعد آلبوم دومم پارس ویدیو قراردادش رو بست و باز سوم و چهارم و پنجم شرکت ترانه. خب چند سال میشه الان؟ تقریبا 22 سال. از اینکه 22 سال هستش که در آمریکا هستی؟ بله. و قبلش هم که در اروپا به طور حرفه‌ای خوانندگی تو دنبال میکردی؟ شروع کردم. خب به هر حال یه خواننده حرفه‌ای هست، زندگی داره از طریق خوانندگی میگذره، در اقصی نقاط دنیا هم دعوتت میکنند و از اقصی نقاط دنیا میری و تو همین فردا قرارمون ما فردا بود، شما لطف کردی به هوا اینکه من فردا پرواز دارم دیگه انداختنش امروز، ممنونم از خواهش میکنم. علی دانیل، موسیقی خودت رو و موسیقی کشور ما رو چطور دیدی در خارج از کشور در طول این 20 چند سال؟ موسیقی خیلی خوب بودش، من فکر میکنم بودش. یعنی بودش، یعنی منظورم این که الان هم هستش. آها. الان هم هست، منتها خب یه سری مسائل هستش که بین این چی میگن، به قول من مافیا که نمیتونیم بگیم، جز به این گروه ها هستش که یه ذره آدم رو دلچرکی میگن این برنامه است و این چیزا. موسیقی ایران خب از اون از اولش از لس آنجلس شروع شد، بعد دیگه الان که ایران ماشاءالله انقدر خواننده‌های خوب اومدن و دیگه از این بابت هم ما خوشحالیم، فقط یه ناراحتی اینه که چطور اونا میتونن بیان اینجا کنسرت بذارن به این راحتی و اینا، برگردن تو کشور خودمون هم همچین کاری کنن. ماها من نمیدونم چه فرقی داره، مثلا موسیقی ما هم یعنی موسیقی اونا درست مثل مال ماست، هیچ فرقی نداره از لحاظ کلام، از لحاظ تنظیم، از لحاظ آهنگ، شاید هم بیشتر از اینجا الان داره رشد میکنه. آیا فکر میکنه که موسیقی تزیه خانی در موسیقی ایران گنجانیده شده؟ همین آقای حامد همایون که الان ترانه هایی که میخونه همش حالت تزیه خانی داره. خب ولی ما اون باید چون خواننده‌ای داره این رو میخونه و روی استیج داره میخونه یا با یک ریتم تندتر داره به اصطلاح این کار ادا میکنه، ولی همان 100% باهات موافقم. اصلا پایه و بنای سیستم ایران همش رو روزه و از اون زمان قدیم هم من یادمه تو خونه ها همیشه روزه بود. قبل از انقلاب من شنده بودم اونا دیگه. قبل از انقلاب هم همینطوری بودش که به اصطلاح روزه مینداختن خونه ها. بله. همه این چیزا بود و الانش هم همینجوریه. الانش هم همیشه. ولی موسیقی ما قبل از انقلاب موسیقی تزیخانی نبود. نه نه نبودش. من دارم میگم این سیستمی بود که توی ایران همیشه بوده و ایرانیای ما مردمی که شنونده هستم با اون سیستم تقریبا بزرگ شدن و اینا، و همین حرفی که شما میزنید دقیقا درسته. یعنی کسی که صدایی داشته باشه که تو همون صدای نوه خانی و اینا باشه به دل مردم میشینه و این شده موسیقی دیگه الان. خب خدمت شما عرض بکنم که آقای علی دانیل رو ما داریم در خارج از کشور میبینیم.
چرا شما در لاس وگاس هیچ وقت نمودید؟ متاسفانه خیلی خوشحال میشم همیشه. اتفاقا سوال خیلی خوبیه. خیلی وقتا پیشنهادم شده بود ولی به هم خورده بود اینا. متاسفانه من یه چیزی بگم، البته نمیخوام یه موقع توهین به کسی بشه و این چیزا، این سیستمی که الان پیاده شده توی لس آنجلس و اکثر کنسرتایی که میذارن ناموفقه، فقط به خاطر تکرارهای زیادیه که اتفاق افتاده. یعنی مردم همونایی رو میبینن که هر سال دارن میبینن، چه در لاس وگاس. من همیشه با برنامه گذارا صحبت میکنم، میگم به خدا قسم اصلا مسئله خواننده هست، مردم خواننده ها رو همه رو دوست دارن، ولی 80% مردم میرن لاس وگاس، میرن برای تفریح، میرن همدیگه رو ببینن. حالا اگه 4 تا هم خواننده بود، خواننده خوبم بودم، اگه ما بین این 4 تا خواننده 2 تا خواننده جوون هم هست که سابقه داره و آهنگاش هیته، به نظر من هیچ ضرری نمیخوره. حالا من تعجبم چرا اجازه نمیدن، یا منظور چرا میگم متاسفانه همه این مسائل به وجود اومده که برنامه‌های اینجا ضعیف شده، چون این با اون نمیخونه، اون با این نمیخونه. یه خواننده جوون میخواد بیاد میگه اینو نذار، یا من شنیده بودم یکی از خواننده‌های جوونمون داشته امسال توی برنامه‌ای که میخواسته باشه، خواننده قدیمون گفته من ایشون داره میاد 20,000 دلار یا همچین چیزی اضافه میگیرم که این ایشون هم داره میاد بخونه. چرا باید اینجوری باشه؟ به نظر من اصلا الان باید کسایی که سابقه دارن و کسایی که مردم طرفدارشون هستن و موزیکشون رو دوست دارن باید واقعا میکس بشن بین خواننده‌های قدیمی و این چیزا، ولی متاسفانه این اتفاق هیچ موقع نیفتاده و برای همین هی تکرار همون 4 تا، همون 5 تایی که هر ساله هست، همون 5 تا هستن و اینا، و همشون هم ضرر دادن ها. شما برنامه گذارهایی که در لاس وگاس بودن دوستای خیلی خوب من، هیچ کدومشون از شما، خودتون که دیگه 100% میدونی، هیچ کدومشون نشده که ضرر نداده باشن. همیشه ضرر به خاطر اینکه همیشه چیز بوده، تکرار بوده. چقدر یه خواننده رو ببینن. یه روز من همچه حرفی زدم، یکی از مدیران جایی که اینجا بودن، به من، حالا اسمشون رو نمیبرم، به من گفتن نه اشتباه میکنی. گفتم چرا اشتباه میکنی؟ شما منو همین الان هر هفته بذاری یه جا، نه من، بزرگترین خوانندمونو هر هفته یه جا بذاریم بخونه، هفته دهم مطمئن باشین هیچکی نمیره ببینه. حتی اگه گفت نه خواننده ها رو همه دوست دارم و حمایت میکنم، گفتم اگه میکردن که این مدلی نمیشدش وضعیتمون. نه تنها شما، بسیاری از جوان ها هم این دور رو پیدا نکردن که بیان در لاس وگاس بخونن. درست. یعنی این دور داده نشده. موسیقی ما اختصاص پیدا کرده به 3-4 تا خواننده سوپر استار و بس، که اونها هم بالای سن نزدیک 70-72 سال دارن و خوندن هم برایشون سخته. یعنی ما الان متوجه میشیم که همین سوپر استارهای ما وقتی رو صحنه میان صداشون میلرزه، بام از ارکستر عقب میفتن و اون توانایی رو ندارن که بتونن 2-3 ساعت انترتین کنن. بله. چرا به نظر شما این سوپر استارای ما نمیان بگن اوکی ما هستیم، ولی 2 تا خواننده جوون هم بیارن که این خواننده‌های جوون رو به مردم معرفی بکنن؟ اتفاقا من به اونها دور داده بشه. چرا این کارو نمیکنن؟ میگم متاسفانه نمیدونم همچین جریان. اتفاقا خیلی خوبه، باعث افتخار ما هم هستش که همچین اینا، چون هیچ موقع تکرار نمیشن واقعا. ما چند تا خواننده بزرگی که اسم میبرین هیچ موقع تکرار نمیشن، من خودم خیلی دوستشون دارم، ولی واقعا این معماست که چرا این کارو نمیکنن. داریوش عزیز البته خیلی به من لطف کرد از همون زمان اولش. داریوش در چند کنسرت شما رو دعوت کرد که باش بخونم؟ من توی اروپا 3 تا برنامه بودش، از همونجا استارتش خورد. خب که بعدش بعد من آوردش لس آنجلس. و لس آنجلس های کنسرتی گذاشت که شما باش بخونید؟ نه متاسفانه نشد. چرا؟ نشد. حالا دیگه خب بالاخره برنامه های بزرگ خودش بوده و دیگه من حقیقتش اصلا توقع آنچنانی هم نداشتم. یکی دو تا آهنگ با یه خواننده جوان خوندن خیلی خوبه، خیلی خوبه. علی دانیل، نه من نمیخوام اسمی از داریوش، کسای دیگه، داریوش، ایبی، گوگوش، معین، چرا اینا دور نمیدن به جوانها که جوانها بیان بخونن؟ خب دیگه ما هیچ موقع
متاسفانه هم ایرانی‌ها هیچ موقع با هم در که خودشون اتحاد رو نداشتن، یعنی همیشه تک نفره می‌خواستن کار کنن. الان نمیتونه اون ترانه خلیج رو که مثل سالهای قبل بود بخونه بل. اون توانایی به هر حال سن گناهی هم ندارن بل. سن رفته بالا و این موزیکه که داره میکشه ابی رو، این موزیکه داره داریش رو میکشه، این موزیکه که گوگوش رو داره میکشه، معین رو میکشه، چرا به عنوان یه خواننده که شما به هر حال سالها در این عمل هستی، چرا دور به جوان ها نمیدن؟ شما هم نه، جوانهای تازه کاری که اصلا نمیشناسنش بله. ولی صدای خوبی دارن. بله 100%. چرا؟ 100%. اتفاقا این برنامه شما واقعا باید به گوش این دوستان برسه و واقعا همچین فکری رو بکنن که به جوانای دیگه. خب من هیچ دشمنی با کسی ندارم. نه 100% حرفتون کسی آقا الان میدونم. بعضی الان زنگ زدن داریوش ابی گوگوش به نادر نشد شما رو کوبون. نه اصلا مسئله اون نیست. شما دارین الان دیگه زمانی شده بله. علی جان که ما بشینیم جلو دوربین تعارف رو بذاریم کنار، آقای داریوش سلطانه، آقای ابی سلطانه، خانم گوگوش سلطانه، آقای معین سلطانه، خب ولی بقیهش چی؟ همین هم باعث شده که مارکت موسیقی ما در خارج از کشور انقدر ضعیف میشه که یک خواننده‌ای که تازه از ایران میاد براش 12,000 نفر بله. یعنی اینها کردن، اینها اگه اجازه میدادن که جوانها روش پیدا بکنن، خود همین جوانها هر کدومشون یه حامد همایون بودن. بله متوجه. البته نوش جان حامد همایون، نوش جون اونهایی که برگزار کننده این کنسرت بودن، حقشونه. اگه کسی صدای خوبی داره، شخصیت خوبی داره، من دیدم حامد همایون رفته بود سر خاک بله. هایده و از هایده یاد کرده بود. اینا کار قشنگه، ما دشمنی با کسی نداریم، ولی ما حامد همایون ها هم در لس آنجلس و در آمریکا و اروپا داریم. چرا نباید ازشون استفاده کنیم؟ چرا مردم نباید براشون بیاد؟ از اول همین جوری بوده دیگه. از اول فقط بین 4-5 نفر تقسیم شده و بقیه همسال من و دوستای من که 20 سال 22 سال توی این کار هستن، تقریبا ما هم دیگه قدیمی شدیم، همیشه خب تک نفره یا با خواننده‌های دیگه داریم کار میکنیم. من حقیقتش نادر جان اصلا این جریان ناراضی نیستم، چون خودت دیدی من کار خودم رو میکنم و فعالیتم رو همیشه دارم. فردا هم یه تور خیلی بزرگ دارم به نام تور تومسلگولی که دارم 12-13 تا شهر آلمان و با انگلیس رو دارم میرم و این چیزا. ناراحت نیستم، ولی برای جوانایی که تازه میخوام بیان تو این کار رو، چون بالاخره این زجرش ما هم کشیدیم دیگه، 20 سال یعنی توی کار موسیقی بودن، خودت میدونی چه پوستی میخواد و چقدر سرمایه دست میدی. به خاطر من اتفاقا یه مصاحبه اندی عزیز دیدم، خیلی خوشم اومد. برگشت گفت ما تنها ملیتی هستیم که ما میریم استودیو پول میدیم، میریم به آهنگساز پول میدیم، اینا مجانی در اختیار مردم میذاریم، مردم هم حمایت آنچنانی نمی کنه. حداقل اگه زمان قبل بودش که کمپانی ها رو حمایت میکردن، ما هم یعنی نباید موسیقیمون. قدیما که کمپانی ها سی دی ها رو میفروختن، اینا وضع تمام خواننده ها خیلی خوب بود، علاوه نه وضع پولیشون، علاوه ویدیو ها و دیگه سی دی ها. خود من مثلا تقریبا 50 تا ویدیو دارم، همه اینا مال زمان قبله. الان 2-3 سالی هستش که شاید تک و توک تونستیم ویدیو چیز کنه. اندی که اینقدر فعاله داشتش صحبت میکرد، میگفتش در سال من اگه بتونم 2 تا ویدیو میتونم بدم بیرون. این همه هم فعالیت داره، چون توان مالی نیستش، خیلیه، خودتون میدونی اینجا هم پول دروردن خیلی سخت شده و اینا. ولی من فکر میکنم ما تو هیچ زمینه ما ایرانی ها همدیگر حمایت نمیکنیم، همیشه به فکر خودمونیم و تکروی میخوایم بکنیم و اینا. به نظر تو وظیفه مردم در قبال شما جوان ها، شما آدم هایی که به هر حال عاشق کارتون هستید و کارتون هم خوب انجام دادید در حد خودتون، و جوان هایی که عاشق این کار هستند و میخوان بیان، مردم باید چیکار کنن؟ آیا فکر میکنید که مردم کم لطفی کردن؟ من فکر میکنم حمایت مردمه که میتونه یه خواننده رو بیاره بالا، و اصلا مافیا و این چیزا اصلا به نظر من همش الکیه، مافیایی وجود نداره. شما موقعی که آهنگت هیت باشه و اینا، مردم هم شما رو بخوان، هیچکی نمیتونه جلو دارتون باشه. چون آهنگ، من همیشه گفتم تبلیغات خیلی مهمه و اینا، ولی آهنگی که هیت میشه اگه بالاخره از یه جا سر در میاره و اینا،
همین آقای حامد همایونی که شما میگی واقعا آهنگای هیت زیاد داشتش که تونستش بیاد اینجا و 12,000 نفر رو بیاره و اینا. و من فکر میکنم همین اگه مثلا میگم آقای حامد همایون اومده بود اینجا کسی نمیرفت چی میشد؟ اون موسیقی هم اونم خراب میشد، تموم میشد، میرفت. ولی حمایت مردم بود، اون 100% مطمئنن انقدر اون انرژی رو میگیره که بخواد کارهای بهتر انجام بده و دیگه بتونه ویدیوهای بهتری بزنه. اینا من فکر میکنم حمایت مردم فقط اینه که حالا نمیخواد پول سیدی بده، چون همین الان دیگه همه راحت به طور مجانی دانلود میکنن، ولی حداقل کنسرت ها رو بیان حمایت کنن. خب علی دانیل در طول این 4-5 سال گذشته 2-3 تا آلبوم داده، درسته؟ من تقریبا 5 تا آلبوم دارم در طول، نه این 4-5 سال گذشته، 4-5 سال یه دونه آلبوم، یه دونه آلبوم داره، آلبوم استقلال. اوکی بعدم به اون میرسیم. خب ترانه سرا و آهنگسازان این آلبوم کیا بودن؟ الان در حال حاضر دارم با ایران کار میکنم، ولی خب آهنگسازای اینجا هم ازشون استفاده نه میکنم. در این آلبوم، در این آلبومی که الان دادی استقلال، بله استقلال، ترانه سرام آقای هوشیار نژاد بود. خب. آقای کاوه حقیقی بودش در ایران؟ نه آقای هوشیار نژاد که میشه کاوه حقیقی، کاوه حقیقی هم اینجا هستن. بله اینجا هستن. خب. از بچه های ایران کمک گرفتی؟ بله. چند تا؟ تقریبا 3-4 تا. فرق بچه‌های ایران که در شعر و شاعری همکاری میکنن با خواننده‌های لس آنجلسی با ترانه‌سرای و آهنگسازانی که در اینجا هستن چیه؟ فرقش که خب همین الان بچه‌های ایران یه ذره مدرن‌تر دارن کار میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه سبک همین الان عوض شده، سبک اون موسیقی و این چیزا عوض شده نسبت به لس آنجلس. همیشه هم میگن سبک لس آنجلسی و ایران، سبک مقدار عوض شده، یه ذره مدرن تر شده و اینا. ولی من همیشه میگم هنوز ما ایرانی ها همون چیزی که گفتی، اون نوحه گفتی، نوحه و اینا، حالا اون که یه حسابش شده است، همون آهنگای ایرانی رو دوست داریم، سبک هایده، سبک معین عزیز و کسای دیگه. شما هزاری سبک جدید بیاد، به نظر من خیلی آهنگای سبک جدید موندگار نمیشن. شاید یه محدودیت، یه زمان محدودی گل کنه، ولی هیچ موقع موندگار نمیشن. ولی شما آهنگایی رو که مثلا میگم خانم آیده خونده بود، الان 100 بارم گوش میکنیم، فکر میکنید جدیده. و من کسایی که اینجا هستن واقعا جزو اسطوره‌های ما هستن، ولی هنوز اون سبک رو دنبال میکنن و این چیزا. ولی سبک بچه ایران یه زن مدرن‌تر و جدیدتر شده. خدمت شما عرض کنم که وقت ما یه خود کم شد این دفعه که با هم دیگه صحبتی داشته باشیم. علی دانیل و دیگر کسانی که چند سالی هست دارن در آمریکا میخونن، آیا سوپر استارا که نتونستن کاری بکنن، قول و قرار دادن و هیچ کاری هم انجام ندادن، آیا فکر میکنی شماها در آینده بتونید با همدیگه جمع بشید، یه انجمنی، یه بنیادی، یه سازمانی رو تأسیس کنید؟ چند بار این اتفاق افتاد و همه بزرگانم اونجا بودن، ولی هیچ چیزی پیش نیومد، به اصطلاح هیچ نتیجه نگرفتیم. 100% همون صحبت مثل کنسرت هاست دیگه، جوریه که این با اون نمیساختن، لابد اون یکی با اون یکی نمیخونده. آخه یه کار عمومی بود، چطور نتونست آقای داریوش، آقای ابی، گوگوش، اینا با هم دیگه بتونن یه کاری انجام؟ متاسفانه خود ما هم موندیم که چرا به هم خورده شد. خیلی هم فکرهای خیلی خوبی، همیشه ما خوب فکر میکنیم ولی عمل نمیتونیم عمل کنیم. یادم هست موقعی که شرکت ترانه و کرتکس و پارس ویدیو و خدمت شما عرض بکنم بس کسان دیگه هم بودن در این امر فعالیت داشتن، آرمین عزیز، خانم آبادانی زحمت میکشتن و برای در این کار بسیارم پول ضرر کردن. نمیخوام بگم کی، ولی یکی دوتا از این سوپرستارا میگفتن آقا اینا دارن پولتون رو میخورن، اینا دارن میچاپن، اینا فلان دارن میکنن، با خودمون باید مسئولیت تکثیر نوار و ویدیو رو داشته باشیم. ولی حالا که میشیم نگاه میکنیم بابا اینا غیر از اینکه عجیبه شدن پول دادن هیچ کار دیگه نکردن. صد در صد. اصلا ما هرچی داریم از همون زمان داریم، براتون تعریف کردم با کمپانی ترانه، با پارس ویدیو. من درست یادم خدا بیامرزه آقای کعبه‌ای و
تنها سیدی، اولین سیدی من سال دومی سیدیم که از طرف پارس ویدیو سال 2001-2000 بودش، تقریبا 17-18 سال پیش بود، به صورت سیدی و دیویدی اومد بیرون. اولین بار بود که ایشون همچین کاری رو انجام داد و برای اون آلبوم واقعا باور نمیشه نادر خان تقریبا 10 تا ویدیو برام زد. خیلی زحمت کشید. خیلی خیلی. خب ممنون و سپاسگزار هستم از علی دانیل عزیز. آرزو بهترین ها برات دارم. به این امید که در توری که داری و در ماهای آینده در برنامه‌ای که شرکت می‌کنی موفق و موفق‌تر باشی و در یک نشست دیگری یه مقدار مفصل‌تر بشیم. 100% ممنون از شما که منو دعوت کردی. منتظر همچین روزی بودیم که در کنار هم دیگه یه همچین برنامه خوبی داشته باشیم. مرسی از شما، مرسی از اینها برات دادم. ولی رنگ قرمز رو همیشه اتفاقا نکن. وقت برقرار بشه.